همه بازیکن‌های فوتبال در دنیا معمولاً آدم‌های معروفی هستن و پول زیادی دارن. اما خب این بازیکن‌ها هم مثل ما انسان هستن و اتفاقاتی توی گذشته و بچگیشون براشون رخ داده که تا حد زیادی توی زندگیشون تاثیرگذار بوده. بعضی از این اتفاقات هم حسابی به اونها آسیب زده و باعث شده دچار ضربه روحی بشن. توی این ویدیو هم می‌خوایم بریم سراغ یک سری از همین بازیکن‌ها. خب برای مورد اول میریم سراغ دلعلی که طی مصاحبه اخیر شقایقی رو درباره گذشته زندگیش فاش کرده که باعث تعجب همه طرفداران دنیای فوتبال شده. او توی مصاحبه اخیرش افشا کرد که توی 6 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و توی سن 8 سالگی هم شروع به خرید و فروش مواد مخدر کرده. علی همینطور که داشت بزرگتر میشد به قرص‌های خواب و نوشیدنی‌های الکلی رو آورد تا بتونه دوران بچگی فاجعه بارش رو فراموش کنه. این مشکلات علی همینجوری ادامه داشت تا اینکه او توسط خانواده هیکفورد به فرزند خوندگی قبول شد. علی تونست از این مشکلات خودش صحبت کنه و بعد از شنیدن داستان غم‌انگیز زندگی علی، جامعه فوتبال از این بازیکن حمایت کرد و به او دلداری داد. اما خب علی تنها کسی نیست که دوران بچگی سختی داشته و بازیکن‌های معروف دیگه‌ای هم وجود دارن که دوران بچگیشون مثل علی فاجعه بار بوده. یکی دیگه از این بازیکن‌ها بوکایو ساکا هست که برخلاف صورت شاد و خندانش تا همین چند وقت اخیر داشت دوران سختی رو تجربه میکرد. ساکا بعد از خراب کردن پنالتی توی فینال یورو 2020 و در نهایت واگذار کردن قهرمانی یورو توی شبکه‌های اجتماعی توسط مردم مورد انتقاد و حتی حرفای رکیق قرار گرفت و همین باعث خراب شدن وضعیت روحی اون شد. همچنین همتیمی‌های ساکا یعنی مارکوس راشورد و جیدن سانچو هم جزو بازیکن‌هایی بودند که به خاطر خراب کردن پنالتی‌هاشون در برابر ایتالیا توی فینال یورو 2020 توی شبکه‌های اجتماعی مورد حرفای نژادپرستانه قرار گرفتند. ساکا طی مصاحبه ای که داشته اعتراف کرده که به خاطر توهین‌های نژادپرستانه و حرفای رکیکی که توی شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کرده تا دو روز نتونسته بود بخوابه و به گفته خودش اون موقع داشت سخت‌ترین هفته‌های عمرش رو تجربه می‌کرد. از اون موقع به بعد هم فدراسیون فوتبال انگلیس در مورد نژادپرستی سخت‌گیرتر شد تا دیگه همچین حوادثی پیش نیاد. خوب میریم سراغ بازیکن بعدی، یعنی وین رونی. رونی از همون سن جوانی وارد فوتبال حرفه‌ای شد و اون موقع فشار رسانه‌ای روش زیاد بود و برای فرار از این فشارها به مصرف الکل رو آورده بود. او همچنین اعتراف کرده بعد از اینکه به بهترین گلزن تیم ملی انگلیس تبدیل شده، برای فرار از توجهات شدید مردم و رسانه‌ها دو روز پیاپی فقط نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود و این کار رو برای کم کردن فشارها می‌کرد. جسی لینگارد هم یکی دیگه از بازیکن‌هایی هست که مثل وین رونی برای تسکین درداشت رو به نوشیدنی های الکلی آورده. لینگارد توی مصاحبه ای فاش کرده که بعد از کسب پیروزی 3-0 مقابل تیم دربی، زمانی که داشت با بازیکن های دیگه به سمت اتوبوس منچستر یونایتد حرکت میکرد، هوادارهای منچستر انبوهی از شعارهای نژادپرستانه و توهین آمیز رو علیه این بازیکن به راه انداختند. بعد از اینکه لینگارد در مورد این قضیه صحبت کرد، مربی سابق او یعنی سولشار حسابی از او حمایت کرد. در دوران مربیگری سولشار، لینگارد دائما توی ترکیب اصلی حضور داشت و عمل کرده خوبی هم داشت. به همین خاطر هم بود که توی دوران مربیگری سولشار به این بازیکن همچین توهین‌های نژادپرستانه‌ای نمی‌شد، چون که یکی از مهره‌های اصلی تیم بود. ولی خب لینگارد گفته بود که برای تسکین دردهاش و کم شدن فشار مجبور بوده که قبل از خواب نوشیدنی الکلی مصرف کنه تا شاید بتونه کمی با خیال راحت‌تر بخوابه. یکی دیگه از بازیکن‌هایی که توی دوران حضورش توی منچستر یونایتد ضربه روحی شدیدی خورد، کریستیانو رونالدو بزرگ بود. سال قبل رونالدو اتفاقی رو تجربه کرد که مسلماً هیچ پدری دوست نداره تجربهش کنه. او انتظار به دنیا اومدن یک پسر رو داشت، اما خب اون پسر رو از دست داد و به گفته رونالدو این بدترین تجربه ای بود که بعد از مرگ پدرش تجربه کرده. همین اتفاق غم‌انگیز باعث شد که رونالدو بازی‌های اول فصل رو از دست بده. بعد از حادثه مرگ پسر رونالدو، اوضاع برای او در منچستر یونایتد هم خوب پیش نرفت و کار به جایی رسید که او در نهایت این تیم رو ترک کرد. بازیکن بعدی لیستمون لوئیس سوارز هست و واقعا درک کردن دوران بچگی این بازیکن کار سختیه. او دوران بچگیش رو توی شهر سالتو در اوروگوئه گذرون، جایی که دائما توی کوچه پا برهنه فوتبال بازی میکرد. خانواده سوارز فقیر بودن و بابای اون به عنوان یک باربر کار میکرد تا بتونه خرج خانواده 7 نفره خودش رو بده. سوارز در دوران بچگیش بعد از اینکه یک ماشین از روی پاش رد شد، یه عالمه از استخون‌هاش شکست و همین باعث شد که او مصدومیت قابل توجه جوهی رو داشته باشه.
باشه. ولی خب با وجود این مصدومیت او باز هم به کوچه های محلشون برگشت و چیزی که عاشقش بود یعنی فوتبال بازی کردن رو ادامه داد. بعد از اون در 9 سالگی سوارز شاهد طلاق پدر و مادرش از همدیگه بود که این اتفاق تأثیر عمیقی توی احساسات و روان اون گذاشت. سوارز با وجود استعدادش توی فوتبال مجبور شد که علاقش یعنی فوتبال بازی کردن رو کنار بذاره. پدر اونها دیگه کنارشون حضور نداشت و لوئیس برای تامین هزینه های خانواده‌اش توی سن 15 سالگی تونست واسه خودش یک کار پاره وقت پیدا کنه. او با تمیز کردن خیابون‌های شهر مقدار کمی پول به دست می آورد تا بتونه هزینه خانواده خودش رو بده. ولی خب لوئیس باز هم از رویای خودش فوتبال دست نکشید و در نهایت این سخت‌کوشی‌های او جواب داد و با وجود مشکلات و چالش‌های فراوان او تونست تبدیل به یک فوتبالیست بزرگ بشه. متأسفانه بازیکن بعدی که می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم در برابر فشارهای شدید تسلیم شد و یک مرگ زود هنگام رو تجربه کرد. این بازیکن اسمش جرمی ویسلن، بازیکن سابق آکادمی منچستر سیتی بود که 2 سال بعد از اینکه از این باشگاه جدا شد به زندگی خودش پایان داد. تحقیقات نشون داد که این بازیکن با احساساتی مثل طرد شدن از طرف دیگران دست و پنجه نرم می‌کرد و از اونجایی که این احساسات به حد زیادی روی اون تأثیر گذاشته بود تصمیم گرفت که خودکشی کنه. این بازیکن در سال 2018 از ناحیه زانو آسیب دیدگی شدیدی پیدا کرد و درد زیادی رو متحمل شد. همین موضوع شانس حضور او توی باشگاه منچستر سیتی رو کاهش داد و در نهایت منچستر سیتی او رو طرد کرد. همین هم باعث شد که این بازیکن مشکلات روانی مثل طرد شدن و افسردگی رو تجربه کنه و در نهایت به زندگی خودش پایان داد. بازیکن بعدی لیستمون ستاره لیگ استرالیا یعنی جاش کاولو هست که توی یک مصاحبه کاملا علنی گفت که گرایش جنسیش به سمت مرد هاست. او اعلام کرد که همجنسگراست و گفت از اینکه گرایش جنسی و سبک زندگیش رو دائما مخفی نگه داشته خسته شده. او توی صحبت‌های خودش گفت بیشتر از 6 ساله که با تمایلات جنسی خودش دست و پنجه نرم می‌کنه و گفته که در نهایت می‌خواد به صورت کاملا علنی این گرایش جنسی رو اعلام کنه. او گفته با اینکه نزدیکانش از گرایش جنسی او با خبر بودن، اما خب گفت که توی فوتبال و تمرین به دلیل احساس شرمی که داشت مجبور بود شخصیت واقعی خودش رو پنهان کنه تا بازیکن‌های دیگه و هواداران دید بدی نسبت به او نداشته باشن. او خودش گفته که اون قدیما فکر می‌کرد که نمیتونه همزمان هم فوتبالیست باشه و هم همجنسگرا، اما خب بعد از فوتبالیست شدنش یاد گرفت که چطور میشه همزمان هر دوی اونها بود. خب نظر شما چیه و به نظرتون کدوم یکی از اتفاقاتی که برای این بازیکن‌ها افتاده از همه‌شون بدتر بوده؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ورزش‌آب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.